سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. داستانی که میخوام امروز براتون تعریف کنم در مورد یه آقاییه که در دهه 1990 تحت تعقیب ترین فرد کانادا بوده. نمیخوام در مورد داستان توضیح بدم چون هر چی بگم داستان رو لو میده. برای همین بریم داستان رو سریع شروع کنیم. در 28 جولای سال 1996 بود که ناخدا جان همراه خدمش در سواحل جنوبی انگلیس روی آب بودند. بیشتر از 10 ساعت بود که اومده بودند دریا، ولی هیچی نتونسته بودند صید کنند. انگار امروز روز بدشانسیشون بود. اومده بودن به یه منطقه‌ای که ماهیگیران کمتر می اومدن. می گفتن این منطقه ماهی زیادی نداره. ولی با این حال اینا دل به دریا زده بودن و اومده بودن اینجا. تو رو انداختن توی آب. یه چند ساعتی گذشت، احساس کردن که تورشون سنگینه. اومدن تو رو از داخل دریا بکشن بیرون. فکر کردن که فوک دریایی گرفتن، چون به نظر نمی اومد که ماهی باشه. وزنش خیلی زیاد بود و اینکه طولش هم به نظر زیاد می اومد. ماهی وقتی میگیره این شکلی نیستش. بالاخره کشیدنش بالا. وقتی که آوردن روی کشتی متوجه شدن چیزی که صید کردن نه ماهی نه فوک دریایی، بلکه جسد یه آدمه. یه آدمی که پیراهن پوشیده، شلوار پوشیده، کفش چرم قهوه‌ای پاشه و به نظر نمیاد مشکلی داره. ماهیگیرا برای این که جسد رو با خودشون حمل کنن احساس خوبی نداشتن. ظاهرا ماهیگیرا خیلی خرافاتی‌ان و معتقدن که براشون بدشانسی میاره. چند تا راه داشتن. اول میتونستن که جسد رو همینجور کنار کشتی با خودشون بکشن، ماهیشون رو بگیرن و بعد جسد رو با خودشون ببرن به بندر. تصور کن مثلا یه تخته با یه دونه طلا وصل کنن عقب کشتی، همینجور رو بکشونن ببرن جسد. اصلا حس خوبی بهشون نمیداد چون به هر جهت یه آدم دیگه. جسد دیگه، حالش بد میشه. حالش بد میشه. به هر جهت گفتن که خب نمیتونیم این کارو انجام بدیم. گفتم اوکی، همین الان برش داریم با خودمون ببریم بندر. و خب اگه این کار رو میکردن پولی که اون روز میتونستن به دست بیارن از دست میدادن و اینا خدمه داشتن، کارگر داشتن، باید پول اینا رو میدادن. یکی از خدمه حرف خوبی زد، گفت که خب ما اینا نه توی کشتیمون نگه میداریم نه میبرمش بندر، زنگ بزنین پلیس دریایی بیاد جسد رو با خودش ببره. پلیس دریایی اومد جسد رو تحویل گرفت و به نظر چیزی مشکوک نمی اومد. جسد کاملا سالم بود و یه چیز عادی ظاهرن در اون منطقه که مسافرهایی که با کشتی رفت آمد می کنن بر حسب یک اتفاقی بیفتن توی آب و بمیرن. گم میشن دیگه جسد. آره، اینا حدس می زدن که احتمالا این اتفاق افتاده، یعنی این پرت شده توی آب. ولی خب هیچ گزارشی نداشتن، یعنی هیچ کس نیومده بود بگه خواهر من، برادر من، شوهر من گم شده. برای همین مشکوک شده بودن و قرار بود که این پرونده رو پیگیری کنن ببینن این شخص کیه. وقتی بردنش پزشکی قانونی حدسی که میزد میگفت این جسد حدوداً 7 روز داخل آبه و سنش یه چیزی حدود 40 تا 50 سالشه و یه علامت مشخص هم داره روی دست راستش. یه خالکوبی داره که بیشتر شبیه خوشای ستاره ماننده. روی مچ دست راستش هم یک ساعت رولکس پیدا کردن. در پزشکی قانونی گفتن که هیچ آسیب جدی به بدنش نخورده. یه ضربه هست که اینجا سرش خورده، وسط سرش خورده، روی لگنش چند تا ضربه خورده، ولی اینا ضربه هایی نیست که بگی کسی زده بهش. ضربه هایی که مثلا حالا بر اثر کشتیه که رد شدن. آره، خوردن بهش. آره، بر اثر کشتی هاست. اینا ضربه ای نیست که باعث قتل شده باشه. پس یعنی که
مثلا ناقافل افتاده تو آب و کسی به قتل نرسوندنش. نه، حدس اولیه پزشکی قانونی این بود چون هیچ نشونه ای از قتل نبود و حتی تو برگه که پزشکی قانونی داد علت مرگ رو غرق شدگی نوشتن، نگفتن که مثلا خفه شده انداخته تو آب، فقط علت مرگ غرق شدگی بود. آره. بعدش اومدن سوابق دندون پزشکیشو مطابقت دادن، دیدن نه اصلا سوابقی نداره. دنبال اطلاعی ها گشتن، نه انگار هیچ کس دنبال این آقا نیست و این آقا اصلا معلوم نیست کیه. تا اینکه یه اتفاق اینجا افتاد، یکی از پرسنل پزشکی قانونی وقتی فهمید که این آقا ساعت رولکس داره گفت که ما میتونیم بفهمیم این آقا کیه. بهش گفتن چجوری؟ گفت که ساعت رولکس یک شماره سریال داره، همه ساعت های رولکس شماره سریال دارن. ظاهرا رولکس، شرکت رولکس میاد همه سوابق مشتریاشو یادداشت میکنه چون ساعتاش گرون قیمته، کی این ساعتو خریده، به کی فروخته، مال کیه. آره دیگه، الکی پول بیخودی یعنی نمیدن، یه کاری هم میکنه یه شماره سریال مخفی داره. خلاصه پلیس اومدن چک کردن و رفتن جواهرسازی و فهمیدن که توی 1980 این ساعت دوبار رفته تعمیر شده و اونجا جواهرسازا بهشون گفتن که سوابق نشون میده که این ساعت متعلق به شخصی به اسم رونالد جوزف پلاته. یک ماه بعد از پیدا شدن جسد رونالد، پلیس تونست که آخرین خونه‌ای که رونالد توی انگلیس توش زندگی میکنه رو پیدا کنه. رفتن پیش صابخونش و گفتن که آیا رونالد اینجا زندگی میکنه؟ صابخونش گفت که نه، خیلی وقته که اینجا نیست و من اصلا اطلاعی ازش ندارم. گفتن که فکر کن ببین اطلاعاتی چیزی داری نداری. گفت که توی اجاره خونش یه اسم دیگه هم هست به عنوان کسی که معرفه، من میتونم اسم فامیل اون رو بهتون بدم. و خب پلیس ها گفتن چه بهتر، حداقل میتونی اطلاعاتی از آقای دیوید پیدا کنی. اسم آقای دیوید دیویس رو دادن و خب پلیس ها گشتن، آدرس خونه این آقا رو پیدا کردن و رفتن پیشش و بهش گفتن که متاسفانه ما دوست شما رو توی دریا پیدا کردیم. دیوید خیلی ناراحت شد، انگار اصلا توقعش رو نداشت و سوالات زیادی هم نپرسید و گفت که آره من بیشتر از 3 ماهه که ندیدم رونالدو، اومده از من پول قرض گرفته چون که میخواسته بره توی فرانسه یه بیزنس برق راه بندازه، برای همین من بهش پول قرض دادم. پلیس هم با خودشون گفتن که راست میگه دیگه، این احتمالاً با کشتی میرفته فرانسه بعد یه افتاده تو دریا، افتاده تو دریا پس مشکلی نیست. آقای دیویس هم گفت آره کس و کاری هم نداشته، 50 سالش بوده، کارش هم تمرینات تلویزیون بوده، خیلی آرزو داشته بره کانادا ولی موفق نشده، برای همین برگشته انگلیس. گفت که یه دوست دخترم داشته قبلا به اسم ایلین، میگفت یه خانم خیلی وقت 13 سال با هم دوست بودن ولی دیگه از هم جدا شده بودن. پلیس دیگه به این نتیجه رسیده بود که هیچ مورد مشکوکی وجود نداره، رونالد داشته میرفته فرانسه و افتاده تو آب و مرده. قرار بود پرونده رو ببندن. یه سری اطلاعات تکمیلی دیگه میخواستن. قرار شد که پلیس محلی بره دوباره دیدن دیوید و ازشون اطلاعات رو بگیره. بهش چند بار زنگ زدن، جواب تلفونا رو نداد. برای همین تصمیم گرفتن که حضوری برن پیشش باش صحبت کنن. اون ماموری که داشت میرفت انگار وارد یه روستایی شده بودن که فقط 4 تا خونه بود، خونه زیادی اونجا نبوده، کوچیک بوده روستاش، منطقه‌ای که زندگی میکردن مزرعه بوده. به جای این که بره خونه دیوید، رفت خونه همسایه دیوید، یه خانم آقای پیری بودن و مامور پلیس گفت که آره من اومدم آقای دیوید دیویس رو ببینم، یه ظاهرا خانم جوانی داره که 21 سالشه، 2 تا بچه دارن، خودش 50 سالشه، بیزینسمنه. اون خانم آقای پیر فکر کردن، گفتن که ما توی این منطقه دیوید دیویس نداریم، ما یه آقای داریم به اسم رونالد جوزف
پلات که توی این منطقه زندگی میکنه که اتفاقا یه خانم جوون داره و دو تا بچه خردسال. مامور پلیس با خودش گفت که یه همچین چیزی نمیشه. چجوری یه نفر که مرده بعد دوباره الان زنده است، زن بچه هم داره؟ فکر کردم با خودش مامور پلیس گفت که نه، این یه کاسه زیر نیم کاسه است. گفت من الان نمیرم دیدن دیوید، بذار برم این اطلاعات رو گزارش بدم بعد برگردیم پیشش. رفتن چک کردن، دیدن تمام هزینه هایی که دیوید دیویس توی این دو سه سال گذشته کرده با اسم رونالد کرده، هزینه های زندگی با کارت های اعتباری اون این هزینه ها رو پرداخت میکرده، یعنی هر جا میرفته خرید میکرده از کارت اعتباری از حساب اون برمیداشته. و حتی زمانی که رونالد ته دریا هم بوده بازم دیوید داشته از حساب اون استفاده میکرده، احتمالا از طریق اینترنت خرید میکرده تو دریا. چه کارو پاس میکرده؟ و براشون گفته بودن که دیگه این مورد خیلی عجیبه. دیوید دیویس و رونالد از طریق دوست دختر سابق رونالد یعنی ایلین با هم آشنا شده بودن، ظاهرا در یک حراجی هنری بودن که اونجا دیوید دیویس ایلین رو میبینه و شروع میکنن با هم صحبت کردن در مورد کار و حرف و بیزینس و اینا که اونجا حرف تو حرف میاد. ایلین میگه که آره من یه دوست پسر دارم اسمش رونالده، اون انگلیس به دنیا اومده ولی کانادا بزرگ شده، اصلا بزرگترین آرزوش اینه که بره کانادا زندگی کنه، حتی منم بزرگترین آرزوم اینه که برم کانادا زندگی کنم و داریم کار میکنیم پول جمع میکنیم. دیوید دیویس گفت چقدر خوب، چون منم کاناداییم، منم خیلی کانادا رو دوست دارم، شما بیاین برای من کار کنین. ایلین باورش نمیشد که چرا دیوید دیویس که یه آدم متشخصه، یه بیزینسمنه، به قول خودش توی دانشگاه معروف درس خونده، برای اونا باید اونا برن براش کار کنن. ولی دیوید دیویس سر حرفش بود، گفت شما بیاین برای من کار کنین، من پول بیشتری بهتون میدم. رونالد هم اومد و صحبت کردن با هم. رونالد یه آدم خیلی خجالتی درونگرا بود و دوست زیادی نداشت و ولی از این پیشنهادی که دیوید دیویس داده بود خیلی خوشحال بود، چون که میتونست به سرزمین آرزوهاش بره. انقدر وسواس شدیدی روی کانادا داشت که حتی پشت دستش هم خالکوبی کانادا رو زده بود. در ابتدا ایلین به عنوان دستیار اجرایی برای دیوید دیویس کار میکرد، ولی یه مدتی که گذشت دیوید دیویس گفت من دارم یه شرکت جدید میزنم و میخوام که تو یعنی ایلین و رونالد بشین مدیراش و به عنوان مدیر این شرکت رو که در کار خرید و فروش عتیقه است اداره کنید. ایلین یک کمی دو دل بود، چون هر چقدر که مدارک رو نگاه میکرد میدید هیچ اسمی از دیوید دیویس توی این شرکت نیست. وای کسی هم چرا باید مثلا بیاد یه شرکتی رو به اسم یکی دیگه مثلا بزنه؟ آخه یعنی مثلا چقدر به کسی اعتماد داشته باشی به شرکت تو بزنی به اسم اون؟ ببین دیوید دیویس آدم چرب زبونی بود، اومد گفت که میدونین چیه، من یه زنی دارم توی نیویورک که دکتره، خیلی هم پیگیر منه، یعنی منتظر اینه که من یه پولی به دست بیارم، یه توی بگیره ازم، نه نفقه بگیره، میگفت منتظر اینه که من یه بیزینسی بزنم بیاد نفقه بگیره، برای همین من نمیخوام که این شرکت به اسم من باشه، من به شما تو کاملا اعتماد دارم، تو و رونالد بیاین مدیر شرکت من باشین. این اینه که هم فکر کرد، گفت که خب منطقیه دیگه، یعنی هیچ مشکل به نظر نمیاد، دلیل قانع کننده یه. و دیوید دیویس آدمی بود که میتونست آدمها رو قانع کنه با حرف زدن، برای همین حرفاش رو قبول کردن و مدیرای شرکت شدن و سفرهای اروپایی، آمریکا، اینور، بیزینس، حساب توی سوئیس داشتن و دیگه انگار مثلا پول تو حسابشون میرفت و میومد. ایلین و رونالد تونستن خیلی پول خوبی زیادی در بیارن. اینا رابطه دوستیشون در کنار اینکه برای دیوید کار میکردن، رابطه دوستی هم داشتن و فهمیدن که دیوید دیویس علاوه بر اینکه یه بیزینسمن خیلی موفق و پولدار و تحصیل کرده و لاکچریه، همه چی تمام بوده دیگه، همه چی تمام بوده، یه شوهر خوب میشده
تازه همیشه کلیسا هم میرفته، هر یک شبه میرفته کلیسا، توی گروه آواز کور بوده، سخنرانی میکرده و فهمیدن که دیوید دیویس یک دختر هم داره به اسم نوئل که دوستای زیادی نداره، دختر خجالتیه، ولی توی کلیسا تونسته خودش رو تو دل بقیه جا کنه و با اونها در ارتباط باشه. در کریسمس سال 1992 بود که دیوید دیویس ایلین و رونالد رو دعوت کرد خونش برای شام کریسمس. در اون کریسمس دیوید دیویس یک هدیه هیجان انگیز به این زوج داد. اون هم یک کمک هزینه بلیت بود که داد به رونالد و گفت که میتونی بری الان کانادا، ولی منتها این کمک هزینه یک مدت محدودی داره، 2 ماه فقط مهلت داره که وسیلاتو جمع کنی و زندگیتو برداری و بری کانادا دنبال آرزوهات. و رونالد روی ابرا بود که من دیگه به اون آرزویی که میخواستم رسیدم، هم پول کافی دارم هم پول بلیط دارم، الان میتونم زندگیم رو جمع کنم و برم. به آرزوش رسیم، میرسید دیگه. آره، خلاصه با ایلین وسایلاشون رو جمع کردن و توی تب و تاب این بودن که برن. دیوید دیویس بهشون گفت که شما میتونید هنوز مدیران شرکت باقی بمونید، ولی من کاراشو انجام میدم، فقط تنها کاری که شما باید بکنین اینه که امضاهاتون رو به صورت مهر در بیارین و به من بدین برای کارهای فوری اگه پیش بیاد، و گواهی نامتون رو اگه جایی لازم بود که من احراز و خفیت کنم. و ایلین و رونالد کاملا اعتماد داشتم به دیوید دیویس و گفتم با کمال بیل مال تو، و دادن و رفتم به کانادا. متاسفانه وقتی که رفتن اواسط زمستون بود و هوا خیلی سرد بود، مشاغلی که باید به دست می آوردن به دست نمی آوردن، کار نمی تونستن پیدا کنن، و این مسئله باعث شده بود که هم مهاجرت و هم این کار پیدا نکردن و فشار مالی باعث شده بود که سرد بشن از هم دیگه و بعد از 13 سال رابطه از هم دیگه جدا شدن. 5 ماه بعد ایلین برگشت دوباره به انگلستان، اون هم برای عروسی خواهرش، و اتفاقا دیوید دیویس هم در این عروسی حضور داشت، چون دیگه الان صرفا فقط رئیسشون نبود، دوست خانوادگیشون بود. اومد تو عروسی و با هم دیگه صحبت کردن و ایلین گفت که من دیگه بر نمیگردم کانادا، من اونجا به درد من نمیخوره، من تجربه کردم و با رونالد هم به هم زدم. دیوید دیویس ناراحت شد، گفت که تو نباید این کار رو بکنی، تو باید به رونالد و کانادا یه فرصت دیگه بدی، باید بری زندگی تو بسازی، دنبال رویاهات بری. والا آرزوش بوده، رویاش بوده دیگه. آره. ولی ایلین گفت نه، من هیچ قصدی برای رفتن ندارم. این عروسی تموم شد، ایلین دیگه دیوید دیویس رو ندید به هیچ عنوان. دیوید دیویس آدرس خونش رو عوض کرد، شماره تلفن خونش رو عوض کرد و هیچ اطلاعاتی به ایلین نداد از خودش. فقط تنها کاری که میکرد هر چند ماه یک بار با هم دیگه صحبت میکردن. در اواخر سال 1996 بود که ایلین با دیوید دیویس تلفنی صحبت کردن، حالا هم دیگر رو پرسیدن. ایلین در مورد رونالد پرسید و دیوید دیویس گفت من ازش خبر ندارم، 3-4 ماه پیش من بهش پول قرض دادم، قرار بوده بره فرانسه بیزینس را بندازه، دیگه ازش خبر ندارم. 3 هفته بعد از زنگ دیوید دیویس به ایلین، پلیس با ایلین تماس گرفت و بهش گفتن که ما متاسفانه برات خبر بد داریم، دوست پسر سابقت آقای رونالد جوزف پلات در دریا مرده پیدا شده. ایلین در ابتدا فکر کرد که خب رونالد احتمالاً نتونسته توی کانادا زندگیش رو بسازه، آدم تنهایی بوده و احتمالاً خودکشی کرده. اما ایلین متوجه شد که پلیس بیشتر داره سوال در مورد دیوید دیویس میپرسه، اینکه چی کاره است، چی کار میکنه، زنش چجوریه. و ایلین هر چقدر فکر میکرد اطلاعات خیلی کم و محدودی داشت، میگفت که آره یه دختر داره، یه اینجوریه، یه دختر 21 ساله الان باید داشته باشه،
من از زمان عروسی خواهرم، یعنی 3 سال پیش، ندیدمش. پلیس چک کرد و متوجه شد که اولین باری که دیوید دیویس از هویت رونالد استفاده کرده همون 3 سال پیش بوده و حتی زمانی که دخترش رو بردن برای زایمان اسم دخترش رو نگفته نوئل، گفته ایلین بویز، یعنی اسم این دختر سابق رونالد رو گفته و دخترش رو به همه به عنوان زنش معرفی کرده و حتی شناسنامه‌ای که برای نوه‌هاش گرفته به فامیلی رونالده، یعنی ایمیلی پلات، یعنی یه چیز قراباتیه، یعنی امیدوارم فهمیده باشید. حالا یه بار دیگه میگم براتون، یعنی دیوید دیویس دخترش رو اول به عنوان زنش معرفی کرده به همه، خودش رو رونالد معرفی کرده و نوه‌هاش هم به عنوان بچه خودش معرفی کرده و فامیلی رونالد رو گرفته. یعنی خیلی عجیب غریب. بعدش هم دخترش هم اسم و فامیلی دوست دختر رونالد رو گرفته. آره، ولی همسایه ها میگفتن که ما دیدیم بعضی وقتا نوئل به دیوید دیویس میگه بابا، اما فکر کردیم که این یه کلمه حالا میشه گفت مثلا رومانتیکه. رومانتیک داره. آره، فکر میکردیم فانتزی طوره. فانتزی طوره که دارن میگن، ولی هیچ وقت به ما نگفتن که اینها پدر دختر، ما فکر کردیم زن و شوهرن. پلیس یکم تحقیقات کرد، دیدی که دیوید دیویس یک کشتی داره که دقیقا در همون سواحلی که رونالد پیدا شده لنگر انداخته و الان یه سری اطلاعات داشتن به دست می آوردن. اول اینکه چه دلیلی داره دیوید دیویس هویت رونالد رو بدزده برای خودش و اینکه کشتی داشته باشه. اونجا رفتن تحقیقات محلی کردن، یه عده گفتن که ما دیدیم رونالد و دیوید رو با هم، که خودشون رو به عنوان برادر معرفی کردن و در اون سواحل قدم می‌زدن و خرید کردن. همه اینا دست به دست هم داد که پلیس بخواد دیوید دیویس رو به ظن قتل رونالد دستگیر کنه. یعنی شما ببینید داستان به کجا پیش رفت. اول قرار بود این پرونده بسته شه، اما اون پلیس محلی یه در اشتباهی رو زد و یک تحقیقات بین المللی آغاز شد. در 31 اکتبر سال 1996 پلیس رفت در خونه دیوید دیویس، میخواستن دستگیرش کنن که دیوید دیویس تا پلیس رو دید پرید توی تاکسی و به تاکسی گفت که سریع برو. در یک تعقیب و گریز بالاخره تاکسی نگه داشت، گفت آقا من نمیتونم، پلیس دنبالمونه، درد سر بس خوش نمیتونه درست کنه. دقیقاً. و تفنگ رو گذاشتن رو سر دیوید و گفتن که بیا پایین آقا، بیا پایین، باهات حرف داریم، و بردنش اداره پلیس. چند تا مامور پلیس هم رفتن خونه دیوید دیویس و به نوئل گفتن که شما پاشو بیا اداره پلیس که باهات حرف داریم. نوئل گفت که من 2 تا بچه کوچیک دارم دیگه، الان یه بچه 3 ساله دارم و یه بچه 6 ماهه، میتونم یه کیسه بردارم که پوشک و وسایل بچه ها رو بردارم؟ پلیس گفت که آره مشکلی نداره. یه کارایی ظاهرن داشت نوئل میکرد. پلیس یکم مشکوک شده بود به نوع حرکات نوئل، رفتن نزدیک کیف دستیشو ازش گرفتن، زدن کنار، دیدن که 6000 پوند توی کیفش گذاشته و 2 تا شمش طلا. یعنی همه جای چیزی داشته این. آره، بعد کیفو بررسی کردن، دیدن که یه سری اسناد هست که قبلا من بهتون گفتم، شناسنامه بچه‌ها به جای اسم پدر نوشته رونالد پلات و به جای اسم مادر نوشته ایلین بویس. و پلیس ها گفتن که بابا ایلین بویسه که دیگه است، رونالد هم که مرده. بعد جیبای دیوید دیویس رو هم که گشتن، تا
توی یه جیبش مدارک دیوید دیویس بود، توی یه جیب دیگهش مدارک رونالد بود. بعد یعنی فکر کنم قشنگ با چیزایی که داشتن همونجا میتونستم بگیرم ببرنش قشنگ. الان من نمیتونم بگم ما به جرم قتل میتونیم بگیم، ولی به جرم دزدیدن هویت دیگه میتونن دستگیرش کنن. آره دیگه، بعد این همه آخه مثلا شمش طلا و مثلا خود پول و اینا، یعنی الکی نیستش. خب بالاخره کار داشته میکره که اینقدر عجله‌ای رفته این چیزا رو بذاره. تو ساک بچت اینا رو بذاری. در بازجویی اولیه پلیس به دیوید دیویس گفت که شما چرا همسرت رو به اسم ایلین معرفی کردی، نوئل رو گفتی ایلینه؟ دیوید دیویس گفت میدونین چیه، ما اینجا خارجیم، برای همین من به نوئل گفتم که تو بیا از بیمه درمانی ایلین استفاده کن تا هزینه هامون بیاد پایین، والا ما قصد و غرضی نداشتیم. ولی خب پلیس دیگه به این چیزا اهمیت نمیداد، باور نمیکرد حرفاشون رو، و اومدن با نوئل مصاحبه کردن. که مصاحبه کردن، سوال پرسش کردن، در مورد رونالد پرسیدن، در مورد ایلین پرسیدن، از اینکه چرا هویت ها رو جعل کردن. و در اونجا بود که نوئل اعتراف کرد و گفت که من همسرش نیستم، من دختر دیوید دیویسم. و الان برای پلیس ها سوال بود که این به همه گفته زنمه، چجوری الان دخترشه؟ و اینکه اینا دو تا بچه دارن. بچه ها از کجا اومده؟ این بچه ها از کجا؟ یه بچه 3 ساله دارن، یه بچه 6 ماهه دارن. و یه چیزی بهتون بگم، تا همین الان که من اینجا نشستم هیچ کس نمیدونه هویت پدر بچه های نوئل کیه، یعنی هیچ کس نمیدونه کیه. حتی هم میدونن کیه، البته هم میدونن کیه. و نوئل هیچ وقت حاضر نشده که بره آزمایش دی ان ای بده، دوست نداشته این کار انجام بده. اومدن خونه دیوید دیویس رو گشتن دیگه، الان به خاطر این که حتی اگه دوستش رونالد رو هم به قتل نرسونده باشه، هویت یک نفر رو دزدیده، الان توی زندانه. اومدن که خونهش رو بررسی کنن. توی خونهش یه چیزی حدود 25,000 پوند پیدا کردن، پول پیدا کردن، حدود 8,000 فرانک سوئیس پیدا کردن، 17 تا شمش طلا پیدا کردن، یه سری نقاشی پیدا کردن به ارزش 6,000 پوند. و اینا خب هیچ آدم عادی این پولا رو تو خونهش نگه نمیداره. بعدش هم اصلا به نظر من یه چیزی تناقض داره این وسط، اینکه گفته من هویت چیو برداشتم، الینو برداشتم که بیام مثلا واسه دخترم، برای اینکه به خاطر پولش بوده. بعد این آدمی که همچین پولی داره، همچین چیزایی تو خونش داره، چجوری لنگه بیمه است و پول بیمه است؟ تازه از دخترش هم یه عالمه دیگه پوند و طلا، شمش طلا گرفتن، اینا همه هستش. ولی یک رسید پیدا کردن توی خونه که کلن روند تحقیقات رو عوض کرد. یه رسید پیدا کردن که نشون میداد که آقای دیوید دیویس حدود 2 هفته قبل یک لنگر 4.5 کیلویی خریده از یک فروشگاهی. رفتن داخل اون فروشگاه و پرسیدن که آقا شما کسی ازت اومده لنگر بخره این رسیده؟ گفت که آره، اتفاقا 2 تا آقا اومدن یه سری خرید کردن، این لنگر رو هم خریدن و با خودشون بردن. پلیس رفتن سراغ ماهیگیره، به اون ماهیگیره گفتن که روزی که جسد رو پیدا کردی یه لنگرم باهاش پیدا کردی یا نه؟ که ماهیگیره کم فکر کرد، گفت آره یه لنگر هم توی تورمون بود، ولی فکر نمی کنم به جنازه ربط داشته باشه، من دادمش به دوستم که بفروشتش برای خودشون. خلاصه اون دوستش داده بود به یه دوست دیگه، چون دوستش داده بود به مادرش. گشتن پلیسا، گشتن، بالاخره تونستن این لنگر 4.5 کیلویی رو پیدا کنن. با پیدا شدن لنگر خب تحقیقات اصلا یک وجهه جدیدی پیدا کرد. متخصصان پزشکی قانونی گفتن که ما الان میفهمیم که اون ضربه‌ای که به سر رونالد خورده و کبودی‌هایی که روی پاش و دستش هست از همین لنگره. و براشون سوال شده بود که خب این لنگر به کجای بدن رونالد وصل بوده که اینو کف آب نگه داشته؟ یکم که چک کردن دیدن روی کمربند رونالد یک علامتی وجود داره که نشون میده که احتمالاً لنگر به کمربندش وصل شده. چون بالاخره اگر بدن باشه ردی نشون میده، اگر به هر جسم دیگه باشه کمرش... فشاری که میاره آره. سنگینیش به کمرش اینا وصل نبوده، به کمربند شلوارش وصل بوده.
خلاصه اومدن چک کردن و کشتی دیوید دیویس رو رفتن که چک کنن. توی کشتی تونستن پلاستیکی که اونها اون روز لنگر رو خریدن پیدا کنن. متاسفانه نتایج نشون میداد، نتایج انگشت نگاری نشون میداد اون کسی که پلاستیک رو حمل کرده خود رونالد بوده. یعنی بدبخت وسیله مرگ خودش داشته و خودش حمل میکرده. آره، یک کیف پیدا کردن توی قایق که اثر انگشت رونالد روش بود و همچنین یک بالش پیدا کردن که موهای رونالد داخلش بود و الان پلیس به این نتیجه رسیده بود که غرق شدگی رونالد تصادف نیست بلکه یک قتل واضحه. این وسط نوئل دختر دیوید دیویس گفت که من میتونم شهادت بدم که 20 ژوئیه پدرم خونه نبوده و میتونه باعث مرگ رونالد شده باشه اگر به دردتون بخوره. و خب پلیس دیگه مطمئن بود که دیوید دیویس رونالد رو کشته. اما بریم ببینیم که دیوید دیویس کیه در حقیقت، چرا براش مهم بود که هویت رونالد رو بدزده، هویت ایلین رو بدزده، یا این همه پولی که داره از کجاست، اصلا این آدم چرا انقدر مرموزه. طبق معمول وقتی یه نفر رو دستگیر میکنن اولین کاری که ازش میکنن اثر انگشت میگیرن، چون هر کی که مجرم و اینا باشه اثر انگشتش ثبت شده است اگه مجرم باشه. دقیقاً. اومدن از آقای دیوید دیویس هم اثر انگشت گرفتن و نتایج اثر انگشت که اومد فهمیدن که این آقا اصلا دیوید دیویس نیست، بلکه یک شخصی به اسم آلبرت جانسون واکر و تحت تعقیب ترین شخص کانادا که 6 سال پلیس کانادا و اینترپول دنبالشه. در لیست اینترپول نفر 4 که دنبالشن و براش اخطار صادر کردن. این آقا در کانادا حدود 4 میلیون دلار پولشویی کرده و برای همین دنبالش هم و بعد هم ناپدید شده همراه دخترش. این آقا در کانادا به دنیا اومده بود، در همونجا هم بزرگ شد، دبیرستان رو تموم نکرد، همینجور برای خودش ول گشت، بعدش رفت توی یه بانکی شروع کرد به کار کردن و گاهی اوقات هم میرفت که توی دانشگاه، با اینکه کاری نداشت و میرفت توی دانشگاه میچرخید، دوست داشت اون محیطو. آره دوست داشت که درس بخونه ولی نمیتونست. ولی نمیخواست که بخونه شاید. و در همین موقعیت هم بود که با خانم باربارا آشنا شد. با خانم باربارا آشنا شد و سریع تیپ عاشقی برداشتن و ازدواج کردن تو سال 1968 و ثبت نکردن و حاصل این ازدواج هم شد 4 فرزند، 3 دختر و 1 پسر. در همین مدتی که واکر توی بانک کار میکرد اظهارنامه‌های مالیاتی رو هم پر میکرد و انقدر توی این کار وارد شده بود که با همراه با همسرش باربارا اومدن یه شرکتی تأسیس کردن، خدمات مالی واکر و اونجا شروع کردن به کار کردن و حسابی هم کسب و کارشون گرفت. 6 شعبه باز کردن و اون خانواده فقیری که فقط توی بانک کار میکردن تبدیل شده بودن به یه خانواده خیلی ثروتمند. سفرهای اروپایی به ریز و به پاش، هزینه های میلیونی و آدم ها هم بهشون اعتماد داشتن. واکر یا همون دیوید دیویس یه شخصیت عجیبی داشت. مثلا میرفت کلیسا توی گروه کور آواز میخون، به 70 نفر آموزش میداد یک شنبه ها، کلاس درس داشت و به همه میگفت که من از دانشگاه آکسفورد مدرک گرفتم، در صورتی که تو دبیرستانش هم تمام نکرده بود. یعنی دروغ در این حد، یعنی اصلا وحشتناک بوده این آدم. و دوستان آشنا بهش اعتماد میکردن، دوستانی که داشت و همینجوری پیدا کرده بهش اعتماد میکردن و میومدن توی شرکتش سرمایه گذاری میکردن، این پولها رو بهش میدادن. در کنار همه اینها تقریبا 22 سال از ازدواجش گذشته بود، باربارا همسرش درخواست طلاق داد، چون که میگفت که واکر یا همون دیوید دیویس اون شخصیتی که نشون میده نیست، یه آدم بی بند و باره، روابط خیلی زیادی با این و اون داره و من دیگه نمیتونم تحملش کنم. و طلاق گرفت و واکر بچه هاش رو هم گرفت از باربارا، 4 بچه رو با خودش برد. البته که باربارا کوتاه نیومد، شکایت کرد، یک جنگ حقوقی بزرگ را افتاد بینشون و در آخر باربارا
چون پولش از واکر کمتر بود تونست تا بچه کوچیکشو بگیره و گفتن که دو تا دختر بزرگش یعنی شینا و جیل پیشش میتونن بمونن، ولی باز هم کوتاه نمی اومد. آخه واکر کارای عجیب و غریبی میکرد. مثلا دختر بزرگش جیل 18 سالش بود و پول عمل جراحی سینه های جیل رو داد، یا از طرف دیگه به دختر 15 سالش شینا اجازه داد که از قرص های ضد بارداری استفاده کنه و اینها باعث شده بود که باربارا همسر سابقش خیلی از دست واکر عصبانی بشه. واقعا چه دلیل داره؟ یعنی مثلا بیه دختره تو همچه سن مثلا پایین رو اینجور کاری بکنی براشون. باربارا که از این مسائل عصبانی بود اجازه نداد که واکر دوتا بچه کوچکش رو ببینه و همین هم واکر رو عصبانی کرد، به خونه باربارا حمله کرد، مورد ضرب و شتم قرارش داد و باربارا پلیس خبر کرد. پلیس اومد و اینجا بود که اثر انگشت واکر رو گرفتن ازش. و ثبت شد به عنوان یک کسی که کار اشتباهی انجام داده و برای همیشه در سیستم کانادا باقی موند. یه مدت گذشت و به نظر می اومد کارمندایی که واکر داره دارن بهش شک میکنن. اینکه مشخص نیست که پولایی که به عنوان سرمایه میگیره رو چیکار میکنه. و دیگه واکر احساس خطر کرده بود، چون فهمیده بود که کارمنداش دارن میفهمن که داره پولا رو بالا میکشه، میفرسته سوئیس برای خودش پسنداز میکنه. آره دیگه، چون اول قیافش حالا موجه بوده، سرمایه داشته، فلان داشته، ولی وقتی خودم ندونه که مثلا واقعا کجا سرمایه گذاری کرده شک میکنه دیگه. آره، برای همین هم دست دختر شینا رو گرفت و به بهانه این که ما میریم برای مسافرت اسکی، میریم کشورهای اروپای اسکی، از کانادا فرار کرد. پلیس تونست رد واکر رو تا یک هتلی توی انگلیس بگیره و بعد از اون دیگه هیچ ردی از واکر پیدا نکردن. انگار آب شد رفت توی زمین. باربارا دنبالش میگشت در به در، میگفت من اصلا واکر برام مهم نیست، دختر 15 سالم شینا باشه. و کمکش میکردن، همسایه ها کمکش میکردن، پول جمع میکرد که بتونه کارگاه خصوصی بگیره، ولی بازم نتونستن هیچ نشونه پیدا کنن، به خاطر اینکه واکر همیشه دو تا قدم جلو بود. به محض اینکه رسید به انگلیس، یه شماره امنیت ملی و شناسنامه یکی از دوستاش به اسم آقای دیوید دیویس رو دزدیده بود. این دوتا آدم خیلی شبیه همانه، تا الان هم میتونید توی تصویر ببینین. و انگار واکر از قبل نقشه کشیده بود، خودش رو آماده کرده بود، چون اطلاعات این آدم ها دستشون بود تونسته بود اینها رو بدزده. وقتی اومد انگلیس خودش رو به اسم دیوید دیویس معرفی کرد. واکر و دختر شینا در ابتدا در لندن شروع کردن به زندگی کردن و خودش رو به عنوان یک کارآفرین آمریکایی به اسم دیوید دیویس معرفی کرد. در همین دوران بود که با ایلین و رونالد آشنا شد و فهمید که رونالد یک آدمیه که منزویه، هیچ دوست خاصی به جز ایلین نداره و دلش میخواد که برگرده کانادا. از یه طرف دیگه این شخصیت دیوید دیویس رو که برای خودش گرفته بود باز هم یک جورایی به گذشتش زنجیر میکرد، چون از روستاش بود دیگه، بالاخره یه جوری چی میشد به هم دیگه وصل میشد برای همین نگران بود. وقتی که رونالد پلات رو دید و ایلین رو دید، گفتیم بهترین گزینه است که من هویت این رو بدزدم. باشون تر دستوری اطلاعات هویتیشون رو گرفت، راهیشون کرد کانادا. ولی بعد از یک سال رونالد برگشت و به دیوید دیویس گفت که من دیگه نمیتونم توی کانادا زندگی کنم، هیچ شغلی پیدا نکردم. این زمان دقیقا زمانی بود که واکر خودش رو دیگه رونالد پلات معرفی کرده بود، دختر شینا رو که الان داشت بچه دومش به دنیا میومد ایلین معرفی کرده بود و نمیتونست دو تا رونالد پلات با یک فامیل با یک تاریخ تولد در یک منطقه زندگی کنن. یعنی یه شخص مثلا هم این بر باشه هم اون بر باشه. آره، برای همین تصمیم گرفت که رونالد رو برای همیشه از زندگیش پاک کنه. البته که هیچ وقت
واکر اعتراف نکرده به قتل روناند، ولی اون چیزی که متخصصین میگن اینه که بعد از اینکه با هم میرن روی کشتی رونالد بیهوش میشه، احتمالاً واکر بهش چیزی میده میخوره و بیهوش میشه و بعد از اون تمام مدارک هویتیش رو از جیب رونالد در میاره، یک لنگری که خریده بودن رو وصل میکنه به شلوارش و بعد هم پرتش میکنه توی دریا. 2 سال بعد از مرگ رونالد دادگاه دیگه شروع شده بود علیه واکر. اینقدر اصداره که اصلا آدم قاطی میکنه. کدومو بگی؟ 2 سال بعد از قتل رونالد یعنی در سال 1998 دادگاه علیه واکر برگزار شد. تمام سعی واکر این بود که با دختر شینا صحبت کنه یا همون نوئل صحبت کنه که نیاد علیه شهادت بده، چون که 1 سال بعد از این اتفاقا نوئل دیگه برگشته بود پیش مادر شینا، یعنی برگشته بود پیش مادرش کانادا، ولی شینا گفت که نه، من میخوام شهادت بدم، من میخوام مطمئن بشم که واکر هیچ وقت از زندان آزاد نمیشه. گفت من خودم قربانیم، اون منو هیپنوتیزم کرده که من باهاش زندگی کنم. ولی واکر میگفت که نه اصلا اینجوری نیست، شینا به من التماس کرده که من با خودم ببرمش، من نمیخواستم با خودم ببرمش. واقعا من به شخصه حرف شینا رو قبول میکنم به خاطر اینکه یه آدم واقعا چی بوده. ببین حتی اگه شینا التماس هم کرده باشه، شینا 15 سالش بوده که باباش بچه بوده کرده. دیگه اصلا واقعا نمیتونه تشخیص بده، درک کنه. آره. حتی شینا میگفت که سر بارداری اولم بابام بهم گفت که دختره همشون خارج از ازدواج میتونن باردار بشن، مشکلی نیستش. ولی هر چقدر که در مورد هویت بچه‌ها پرسیدن، خب شینا نگفت و در دادگاه علیه پدرش شهادت داد و گفت که شنبه 20 ژوئیه پدر من از خونه رفته بیرون، ما رفته بودیم یک مسافرتی توی تعطیلات، یک اتاقی توی هتل رزرو کرده بودیم و پدر من 20 ژوئیه سال 1996 از هتل رفته بیرون، رفته بیرون و شب هم دیر وقت برگشته و ژولیده پولیده بوده، ولی من نمیدونم که با رونالد بوده یا نه و در مورد رونالد هم به من چیزی نگفته بوده. واکر با اینکه به قتل رونالد اعتراف نکرد، اما دادگاه، هیئت منصفه و قاضی اون رو گناهکار میدونستن. هیئت منصفه یه چیزی حدود 2 ساعت مشورت کردن و بعد همشون رأی دادن به گناهکار بودن واکر و گفتن که تو رونالد رو به قتل رسوندی برای که میخواستی هویتش رو بدزدی و قرار شد که دیگه بره زندان برای حبس اول و تا 15 سال آینده نمیتونست درخواست بده برای آزادی مشروط. رفت توی زندان دیگه توی انگلیس. در سال 2007 از انگلیس فرستادنش کانادا و در اونجا دوباره دادگاه علیهش تشکیل شد و 19 تا جنایت دیگر رو بهش ربط دادن، جنایت های مالی، و قرار بود بره زندان دیگه، اونجا توی زندان باشه. تو سال 2015 اومد درخواست بده برای آزادی مشروط ولی درخواستش رو پس گرفت. تو سال 2021 یعنی همین چند وقت پیش درخواست داد برای آزادی مشروط ولی درخواستش رد شد. پلیس خیلی دنبال این بود که بدونه که این 4 میلیون دلاری که دزدیده رو چیکار کرده. والا من فکر کنم همه‌ش رو خرج کرده. شاید هم یه جا قایمه. نتونستن چیزی پیدا کنن و معتقدن هنوز شمشای طلایی وجود داره که واکر جای خاکشون کرده. به شینا یا همون نوئل گفتن که تو خبر داری؟ شینا گفت که نه، من هیچ اطلاعی ندارم، پدرم به من هیچ وقت اعتماد نداشته و به من نگفته که پولا رو چیکار کرده. و من فکر می‌کنم تنها کسی که وسط متضرر شد همون بدبختی بود که پولاشون رو به این واکر داده بودن. البته که رونالد هم متضرر شد به خاطر اینکه دیگه جونشون کلا از دست داد. تفلک واقعا. که این اپیزود هم تموم شد. برای من که خیلی داستان عجیبی بود، امیدوارم تونسته باشم درست توضیح داده باشم و خیلی ممنونم که برای من کامنت میذارید. من سعی میکنم همه رو بخونم و جواب بدم و اینکه ممنونم ما رو حمایت میکنید. اگر دوست دارید از ما حمایت کنید، باید ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. من وقتی کامنتاتون رو میخونم واقعا خوشحال میشم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.